این برنامه برای شما از طرف کوالیتی رگز اند فرنیچر تقدیم می‌گردد. دیگران در تب و تاب شب عیدند، ولی مثل یک سال گذشته به تو مشغولم من. هموطنان عزیز، ویژه برنامه نوروز سال 1402 است و مهمان من در استیدیو دکتر ستارگل پکتیاوال، سابق استاد پانتون تیبی کابل و یکی از بزرگای جامعه افغانی در شهر سیدنی استرالیا. دکتر صاحب، دیر شرق لست و نو کال مو مبارک شد. مننه نظامی صاحب، زخور دیر خوشحاله ایم چه تاسی بلنه تا دی تاسی تلویزیون اول خو دی پروردگار پا نوم با دا کل برنامه شروع کو او زه دیر واقعا خوشحاله پا دیم چه دس یو لوی گام خو اول تاسی پا استرالیا کی خیده چه خلکو په د ډیر څلوېختو کالو کې چلته ژوند کوي، داسې یو لوی ګام یې نه ویښی. خدای دې دا ګام مبارک کړي. د سما تلویزیون چې تاسې واقعا هڅې کړې دي، زحمت مو باسلی ده، دا دستګامو جوړه کړې ده د خپلو امکاناتو سره. نو په دې خاطر باندې زه د ټولو بنیان گزارانو نه، اول د تاسې نه ګران او قدرمن نظامی صاحب، د دوستانو نه، د نور بنیان گزارانو نه، تاسې سره د تاسې ورونو غوندې انډیوالانو نه، لکه فواد جان نوابی او بل دغه مشل جان یوسفی او همدارنګه د راوی صاحب راوی قاسمی او همدارنګه ډیر ښه همکار د تاسې سید جان بلخینه. زه ډیر مننه کوم پروردگار د دوی ته برکت ورکی چې د افغانستان د خلکو لپاره په دې لرې قاره کې دوی هغه خپل فرهنګ، خپل د وطن یادونه او د وطن په هکله باندې د دوی هغه ژوند چې د هغه منعکس کوي. مننه تاسو نه هم ډیره مننه ډاکټر صاحب. څو کاله کېږي ډاکټر صاحب چې تاسو په استرالیا کې ژوند کوئ؟ ولات زه خو په 2000 کال کې استرالیا ته د هندوستان نه راغلم د خپلو وړو وړو ماشومانو سره. د زمان د تقاضا په حساب باندې مجبور و چې راسو. د وطن پسې مې زړه دغه 22 کاله کېږي داسې اوبه اوبه کېږي، مګر چاره نشته. نظامی صاحب، چې زړه د وطن سره وي هر چیرته، وطن او هغه خپل فرهنګ نشو هیرولی. دقیقا دوه ویشت کاله کېږي. دکتر صاحب، زیاد از وقتی که آمدین میشه کوتاه در رابطه به این بگوین که شما در قبلا در افغانستان، تا جایی که ما خبر داریم، شما استاد بودین در دانشگاه تیبی کابل، در کنارش چی وظایف انجام دادین؟ نظامی صاحب گرامی، زندگی در افغانستان ابعاد مختلف داره. ما که در از طب کابل فارغ شدیم بعد از 7 سال تحصیلات خود، ما بعد از سپری نمیدن مراحل معین کادر علمی، ما استاد طب کابل شدیم. طب کابل در او وقت با اینستیتوت به نام اینستیتوت بوعلی سینای بلخی طب کابل وسعت پیدا کرد. یک 5 فاکولته داشت: طب معالجوی، طب اطفال، طب استوماتولوژی، یک مال تخصص و همه دیپارتمنت های تقریبا کل شفاخانه، 14 شفاخانه شهر کابل مربوط انستیتوت طب کابل بود و استادای پانتون وسعت پیدا کرد. استادای طب همه کنترل کادری و تدریسی طب کابل ما به دست گرفتیم. از اون خاطر ما بایسی استاد و در بخش اداری ما معاون اول فاکولتی طب کابل بودم. بعد از او اداره سرپرستی ریاست طب کابل هم به دوش داشتیم.
و در پالویش همکار سیاسی نظام هم بودیم. ما نمیتونیم پنهان کنیم چیزی عیان است، چی حاجت به بیان است. ما همکار سیاسی دولت و دموزمان بین زمان کدام سالا بود دکتر سیب و کدام نظام حاکم بود در او زمان؟ ما فراغت ما در اوائل انقلاب ثور بود که مردم کودتای ثور میگن، هر کس دلش برای ما خودشون انقلاب کرده بودیم، انقلاب بود. در انقلاب فارغ شدیم و بعد از او ماندیم الا آمدن و تغییر رژیم اسلامیک، تغییر رژیم دموکراتیک به رژیم اسلامیک بنابر پلانای پنج فقره‌ای ملل متحد که شهید نجیب الله، شهید دکتر سر نجیب الله رئیس جمهور بود و اونا که ختم شدند، ما هم ختم کاری ما بود و زمینه کار و فعالیت برای ما نبود. واقعا اگر بودم برای خود ما، برای اولاد ما سخت تمام میشد، نمیتونستیم که این را دوام بتیم، از این خاطر ترک وطن کردیم. دکتر صاحب، شما در کنار فعالیت های سیاسی یکی از کادرهای علمی هم در افغانستان بودین، حالا که آمدین در استرالیا زندگی میکنیم، این فرار کادرهای علمی خودش همیشه یک ضایعه خیلی بزرگ بوده برای وطن ما، برای افغانستان. چه تعداد از دوستا و نزدیکای شما که مثل شما به سطح دکترا و کادرهای علمی در بخشهای دیگر بودن فعلا در استرالیا زندگی میکنن و آیا او زمینه‌ای که برای شما فعالیتایی که داشتین خصوصا در بخش طبابت در داخل استرالیا شما او فعالیت ها را ادامه دادین یا خیر؟ نظامی صاحب گرامی، آرزوهای که عمر تیر کرده باشی واقعا مایوس کننده است. بدبختانه سال که ما آمدم اینجا ما تقریبا 34 دکتر هم دوره و دو دوره پس و دو دوره پس و پیش و پس اینجا وجود داشت که اینا همش آمادگی امتحان به نام MCQ که امتحان طبابت بود، اینا آمادگی داشتند که باید آماده شوند، که تصادفا یک قانون را که اینا پاس کردند که چون کادرهای خودشان تکمیل بود، فارغایشان تکمیل بود، کمبودشان وجود نداشت برای دکترایی که از خارج آمدن، مکتوبی آمد که کسی که 4 سال یا 5 سال فاصله داشته باشه از فراغت برای MCQ اشتراک کردن نمیتونه. بدبختانه ما شما دو کتگوری بودن که فاصله از 5 سال زیاد بود. درس میخوندیم در رنویک و مجبور شدیم که با مشاغل دیگه روی بیاریم برای نفقه عیال خود، مشروف شدیم با مسائل دیگه، بعضی مطالعات دیگه که اینجا تیف ها دارن، یعنی تحصیلات سوم یا تریتری ایژوکیشن، ما به او پیوستیم. ما بخش بلدنگ خوندم و بخش کارهای مثلا که لیسنس موتر فروشی را گرفتیم و شروع کردیم به بلدنگ و گزاره ایسی اصول خارج از مسئله. یک مطل است میگن خیلی وقتا کسایی که دمو بخش که خودشان تحصیل کردن، باز تعداد زیادشان دمو رشته‌ای که تحصیل کردن کار پیدا کردن نمیتونن، یا به شکل مثل که برای شما مشکلاتی که ایجاد شد که از افغانستان آمدین به استرالیا و تغییر شغل دادین. دکتر صاحب، در فاصله 20 سال که آمدین، سوالات درباره نوروز دارم، میشه کوتاه در ارتباطم بگوین که در فاصله 20 سال یا 20 و چند سال که از افغانستان دور هستین، دوباره افغانستان هم رفتین در این سالهای که حکومت طالبا بعد از مجاهدین حاکم شد و بعدش حکومتی که حکومت جمهوریت با آمدن امریکایی‌ها در افغانستان حاکم شد، شما سفر کردین یا خیر؟ ما دو بار سفر کردیم. بار اول در زمان حکم روایی کرزی سفر کردیم، یک بار دیگه خوب مسائل فامیلی بود که ما سفر کردیم، از ازدواج اولادا بود. و بار دوم سفر کردیم به حساب پلان ملل متحد بود که ما یک 3 نفر استادای پانتون رفتیم اونجا، دوام زمان کرزی سب بود. ما تا جای خبر دارم چند وقت ماموریت هم داشتین در حکومت رئیس جمهور کرزی. ما در زمان کرزی سب در بخش طب وقایوی به اسم مشاور کاندید شده بودم از طرف ملل متحد، مگر بدبختانه روز
عبدون با 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 افتتاح چند کلینیک حمایت طفل مادر. خب لازم نیست بگویم که ما بگویم باز ما سر ما سوال کنیم که چرا ترسیدین، اما واقعیتش برای ما در موتر ما که عامل کارهای ما بود برای ما ورق ماندن که از هر جایی که آمدی پس برو. چرا ما نظامی سه برای هدف پول جمع کردن نرفته بودیم و به مو هدف تربیه نشده بودیم. خواستیم که برای مردم یک چیز افتتاح بکنیم، جور بکنیم، به مو امکانات اینجایی که از بیرون و ما اول فیصله کردیم که پول باید به ما داده نشه. بله. پول باید به اینجو دایرکت و مستقیما داده شوه. اما دیدیم که مواجه با خطر شدیم که به اصطلاح افاده دادن که میپرانیم. بله. و امکاناتش هم داشت با امکاناتی که کشورهای همسایه مخل ما که ما را افغانا را همیشه برش مزاحمت خلق کردن نمیخواستن که کادرهای وطن، اگر ما ایمان دارم که کادرهای در اروپا، استرالیا و همیش علاقه من دیدیست که برن به وطن با امکانات بسیار کم کار کنن. اما خوب همی که شرایط فعلا در کنار خانواده و دوستایتان فعلا در کشور امن صحت و سلامت هستین، امی گپ کلان است. دوستای عزیز، سوالات زیاد در رابطه با تاریخچه نوروز، جشن نوروز و ای که افغانا در 20-30 سال گذشته مثل دکتر صاحب چیگونه از نوروز در استرالیا استقبال کردن، با دکتر صاحب سوالات را مطرح میکنیم، اما بعد از یک وقفه خیلی کوتاه. استخوان سوز سیاهی زمستان شدم، بلکه نوروز بیاید به بهارم برسم. دوستای عزیز، ادامه ویژه برنامه نوروز و مهمان من دکتر صاحب ستارگل پکتیاوال. دکتر صاحب، دیدین که یک وقفه گرفتیم، کارگردان ما مشعل جان یوسفی متو یک به شکل برقاسا سفره هفتین آماده کردن. بیاین خیلی کار میکنیم، سوالات خود با جشن نوروز و تاریخچه نوروز آغاز میکنیم. جناب دکتر صاحب، اگر میشه شما در رابطه به تاریخچه نوروز بگوین که نوروز چقدر قدامت داره و با کدام آیین و فرهنگ ها نوروز گره خورده؟ آیا نوروز با جغرافیای نوروز و که ما افغانستان و ایران و تاجکستان و چند کشور همسایه هستیم، یا نوروز در شکل بین المللی میشه که مطرح باشه و تجلیل شوه؟ همکار شما واقعا چون با مواد نوروز همیشه زدوبند همیشگی داشته، از اون خاطر دیم وقفه عادی دفتن جورشان کردن و نه، از قبل بود، ما کمی بیبرنامگی شده و فراموش کردیم که رینج انتقال بدیم. ما سوالات شما را یادداشت میکنم که یادم نره که با چی سوالات. در قدم اول ما فکر میکنم که بیاین نوروز بگیم نوروز چی هست. نوروز از نامش که پیدا است، روز نو، سال نو، روز اول بهار نو، روز تکافو، روز رستاخیز، روز امیدواری، روز بخشش، روزی که انسان ها تعهد نو میکنن، روزی که انسان ها مطمئن میشن که ناامیدی های گذشته را فراموش بکن. نوروز یک روز مبارک است، یک روز است که مردم نوروز با فال نیک میگیرند. همیشه نوروز امیدوار کننده است برای بشریت، نه تنها برای یک خطه ما که افغانستان. نوروز جز منطقه است، نوروز جهان شمول است، نوروز سرحد نمیشناسد و نوروز همیشه امیدهای نو برای تمام بشریت میده. چون زندگی سقوط میکنه، سبزه ها سقوط میکنه، درخت ها سقوط میکنه، این نوروز زمانی که ما میگیم که یک گیاه زنده شده، این تنها به این مفهوم نیست که گیاه پس سرسبز شده و گیاه آمده. ما باید گیاهای درونی خودم سرسبز بسازیم. بله. این تنها گیاهای فیزیکی را نمیگن که ما گیاه را ببینیم، سبزه ها را ببینیم.
این روز رستاخیز است، این روز امیدواری هاست، روز بخشش و صلح است، روز فراموش کردن ناامیدی هاست، روزی است که انسان ها را برای استحکام و ساختمان آینده بشریت آماده می سازد، روز برادری است، روز وحدت است، روزی است که دمی روز تجمع میکنن مردم، یک جا میشن، یک جا نان میخورن، از این چیزای مقبولی که شما آماده ساختین که سرش صحبت خارد کردیم که چی مفاهیم دارن. بله. این ای روز روز متبرک است. این روز ما نباید فراموش کنیم که این تقویم، این روز نوروز خودش یک تفکر است. این تفکر نمیتونه که ما را اتو بسازه که این تفکر صرف مادی است و معنوی است. بله. این روز روزی است که هم انسان ها دریجه بر توحید و شکرگزاری آغاز میشه. نکتر سب، چرا نوروز همیشه در تقویم سال میلادی در 21 مارچ و در تقویم هجری شمسی در اول ماه عمل برگزار میشه، تجلیل میشه، دلیلش چی است؟ ما شما از نظر عینی اگر بیره ببینیم، اگر از نظر عینی ببینیم، این روز خو روز دید زنده شدن ها است بر طبیعت، یعنی روز رستاخیز طبیعت است. برعلاوه از این به صورت ذهنی اگر ببینیم، این روز نظامی صاحب گرامی روز خلقت آسمان ها در این روز ختم شده. ادیان مختلف در این روز پروردگار عالم دنیا و کائنات در 6 روز ختم کرده و این روز امو روز است. و همچنان این روز چون گفتیم که جهانی است و با کس ارتباط نداره، نه با گروه ارتباط داره، نه با شخص ارتباط داره، نه با کدام دید خاص ارتباط داره. اگر سر تاریخچه‌اش بریم، این تاریخچه بسیار قدیمی داره و این تاریخچه ما نمیتونیم این را به 1000 سال و 500 سال ببریم. قبل از میلاد اتا وجود داشته. بله. این قبل از میلاد به این معنی که دو زمان، دو اید در زمان قبل از میلاد وجود داشت. دو اید، اید بهار بود و اید خزان. و بعد از دو اید یک جا ساختن، اید بهار ساختنش. یعنی ریشه خود از اوجا گرفته. قرار تاریخچه که از مطالعات در مورد نوروز که یک روز مبارک و روز توحیدی است. چرا میگیم روز توحیدی است؟ مردم در هفت سین خود قرآن مبارک کتاب مقدس اسلامی را میمانند. در زمانش کتاب تورات را میماندند. در زمان زردشتاویا کتاب اوستا را میگذاشتند. از او خاطر این روز همیشه روز شکرگزاری و توحید بوده برای کل بشریت. آیا در امروز هم در کنار کشورهای اسلامی پیروای ادیان دیگه هم از نوروز تجلیل میکنند دکتر سید؟ یک حرف عمدی که وجود داره، این روز روز مشخص به یک دین نیست. این به فرهنگ تبدیل شده. فرهنگ، قرار تعریف فرهنگا ثابت میمانه مگر متغیر. تغییر فرهنگ از نظر علمی و از نظر مطالعات بین المللی که در رابطه با فرهنگ و کلچر یک جامعه رفته، تغییر آن قدر بطی است نظامی سب که هیچ احساس نمیشه که چی رقم تغییر کرده. مثلا با تناسب با سوالتان ما پیش برم که بدبین ادیان دیگه تجلیل میشه یا نمیشه، چرا نه؟ این تغییر مثلا در زمان قبل از میلاد و زمان قبل از اسلام میفهمین این تغییرات چی بود؟ سابق به نام هفت چین یاد میکردنش. هفت چین مینینگ معنایی که در هفت ظروف چینی پاک امی خوراکه ها را میماندن و ایره تجلیل میکردن. بعد از او به هفت شین تبدیل شد. هفت شین از یام
اگر فراموش نکده باشم شروع می شد از شهد و شراب و شیرینی و شربت و به این شکل هفتین بود. بله. بعد از آمدن اسلام در منطقه همین کشورهایی که مثلا افغانستان، آریانای کهن، خراسان، یک منطقه که یاد می شد، تاجیکستان، قرغزستان، تاجیکستان، این منطقه ها، البانیا، این منطقه ها، ترکیه، این منطقه ها چی میکردن؟ به هفت سین آمد. به عوض شراب، چون حرام بود در اسلام، سرکرم گذاشتن، سنجت گذاشتن، سمنک گذاشتن و در پالوی سیر گذاشتن که هر کدام از این نمونه از شما اینجا لطف کردن کل هفت سین اسلامی که اینجا ماندن پیش رویتان. این نمونه ای سیب نمونه محبت است و نمونه زیبایی طبیعت است. دکتر سیب، حالا بحث ای که ما تعداد شاید در حدود آمارای غیر دقیق است که در حدود 100,000 از شهروندان افغانستان هم در بخشای ایالات مختلف استرالیا زندگی میکنن، شما نسبت به تجربه 20 سال 25 ساله که در استرالیا دارین چطور میبینین؟ آیا نسلی که در استرالیا تولد شده چقدر از فرهنگ و ارزش‌های فرهنگی نوروز پاسداری میکنن؟ بر خانواده‌هایی که اینجا زندگی میکنن چقدر ارزش داره تا این انتقال بتن برای طفل و اولادای خود که نوروز تجلیل کنن؟ و شما چقدر کوشش کردین که به اولادایتون این یاد بتین در رابطه با ارزش‌های نوروز، در رابطه با تجلیل از نوروز، هفت سین و همسالیان؟ نظامی صاحب، نگهداشت فرهنگ وجیبه هر انسانی که به فرهنگی که تربیت شده، ای یک وجیبه ایمانی و وجدانی و مذهبی و فرهنگیش است. ما به مسابقه افغان ها و پشتون ها و تاجک ها و ازبک ها و ترکمن ها و هزار ها و نورستانی های ما که ما در این منطقه، در این منطقه آسیای مرکزی و در آریانای کهن زندگی میکنیم، این وظیفه ما است و این وظیفه را هر خانواده و فامیل باید این را به دوش بگیره. مثلا من انتقال فرهنگ چون وظیفه ما است، مثلا من باید انتقال شو. ما همواره به همه خانواده هایی که روابط داشتیم این تجلیل به مسابقه ایدای دیگه ما، دوی دیگه ما مورد نظر گرفتیم، همیشه تشویق کردیم، سر از این نوشته ها کردیم، سر از این صحبت کردیم و مفاهیم از این تشریح کردیم. حال شما سیره برای چی مگذارین؟ بله. ایره فرهنگ خود غنای از ایره از لابلای صحبت ها. آینه را چرا مگذارین؟ چرا آینه را مانده میشه؟ آینه صفحه ما را بار میاره، سیر، پاکی و نظافت ما را بار میاره. ما باید یک دکتر دم بین کل هفت سینی سیرش هم بشه خوش دارم به خاطر ازی که او ضد میکروب است، ضد عفونی است. این نمونه سرسبزی وطن ماست. وطن ما که سرسبز شد، اکسیژن صاف میشه، گندم ما زیاد میشه. این خود تجلیل های ازی در افغانستان از زمان پادشاهی محمد ظاهر شاه، داود شاه، حزب دموکراتیک خلق و تمام از رژیم ها، حتی جمهوریت های در هر زمان بود، به استثنای از بین سالهای 96 تا 2001 و از 2021 تا امروز که متاسفانه در افغانستان معنی قرار داشت. من خدمت تا نرس کنم نظامی سب، در زمان شاه و زمان حکومت ما مردم تمام حاصلات دیخانه در مروز می آمد در چمن حضوری و از نظر مذهبیش جنده حضرت علی کرم الله وجهو را در روز اول بالا می کردن، شکرگزاری از کل منطقه در اونجا تشریف می آوردن، از تاجیکستان، از ایران، از اینا می آمدن برای تبرک می آمدن، مردم امیدها داشتند. ایچ نوع جمعه مذهبین، حتی در یکی از روایات وجود داره و احادیث است، میگن که یک روز صحابه کسی را پیش کرد به دربار حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، به پیشش پیش کرد و در یک کاسه بسیار مقبول چیزی را انداخته بود. میره چی است؟
سوال کرد از حضرت محمد این چی است؟ گفت این میوه نوروزی است. گفت میوه نوروزی ده چی؟ گفت ما حلوای شاوردیم که از او حلوا پخته کردیم که این سمنک بود پخته شده بود حلواست. گفت ای از کی است؟ گفت از مردم ایران است، از مردم ایران است. و حضرت محمد صلی الله علیه و سلم برای اصحابه داد. و ببینین از زمان خلیفه چهارم تجلیل رسمی جنده بالا میشه، مقامات دولتی دو اشتراک میکنه. من هیچ نمیفهمم که چرا برادران طالب ما و مجاهدین ما کتت سمنک دشمنی را گرفتن. این نه به هزاره ارتباط داره، نه به پشتون ارتباط داره، نه به کافر ارتباط داره، نه به مسلمان ارتباط، نه به زردشت. مؤسس از امیروز کیومارس است، اولین فرمان روای آریانای کهن بود. بعد از او جمشید پادشاه است که البیرونی میگه که جمشید پادشاه ایره منصوب کرده به جمشید پادشاه. برای ازی که دمو روز مطابق سوال قبلی شما چرا این روز نوروز گرفتن، دمو روز که خورشید به نیم کره شمالی میره و در خط بالای خط استوا استاد میشه و اینجا روز و شب 12 ساعته میشه در کل جهان. دمون لحظه آفتاب میتابه به تاج جمشید پادشاه آریایی و اینجا چی میشه؟ او را نامش میگذارند که جم یعنی بزرگ، شید یعنی درخشش. درخشش بزرگ ای روز بعد از او ایرت استقبال کردن. در دوره سامانیا، در دوره صفویا، در دوره عباسیا ملک سلجوقی صفوی سلجوقی ایره روز عام نگاه کرد و پادشاه دیگه ایره بر رسم گذشت تخصیص داد. کل مردم این روز روز اطرادی نیست که کم مردم در زمان اموی ها و عباسی هایی که نو آمدن در اسلام آنقدر تکس بالا بردن، آنقدر مالیات بالا بردن که بتانن که ای روز پس کنن. مگم ای روز قدامت و جلوه خود نگاه کردن، رسالت خود نگاه کردن. نظامی سه بگیرم فلحازا وقتی که ما ایر تبرک و حرکت نو بر ساختمان جامعه میگیریم، چرا ما فرهنگ خود نگاه نکنیم؟ مثلا من قابل سوال شما که ما تشویق میکنیم اولادهای خود، فامیلهای خود، خانواده های خود، افغانهای خود که این روز تجلیل کنین. این روز تبرک است، این روز مبارک است، این روز توحید است، این روز تجمع است، با هم یک جا میشیم، توحید ما را بار میره، دق میباشیم، برادرها بغل میتیم، دوستان بغل میتیم، با یکی دیگه بغل کشی میکنیم، پالای نو میپوشیم. حتی دمی روز زنا از صبح تا شروع صبح نوروز سمنک بخته میکنن و بیتای مقبوله میخوندن. ما بیتش یاد ما نیست، خواهم همه قیشه که مادرها و فرهنگی و چیه وطندارای ما که میخوندن سمنک در جوش ما دبچه زنیم، دیگران در خواب ما کپچه زنیم، اینطور یک چیزی دبچه زنیم یا کپچه زنیم. حرف سریعی است که این روز و در مروز مردم بسته سال مرغای سفید نگاه میکنن، در مروز میکشن. دکتر صاحب صحبت ها امروز شما اگر ادامه بتیم شاید ساعت ها همقدر شیرین ادامه پیدا کنه و تمام نشه. انشالله از شما در برنامه آینده سما در روز عید مناسبت های بعدی هم دعوت میکنیم. بسیار زیاد تشکر که دعوت ما را پذیرفتین. به عنوان آخرین سوال که خیلی کوتاه جواب بدین، اگه خانیتون میمونی بیایم اف میوه است یا نه؟ مسلما اگه در روز نوروز بیاین دیگه، در روز دیگه خو کنم در نوروز بیاییم، در عید نوروز بیاین اف میوه را میاریم، در پولیش مرغ سفید هم میکشم، سبزی چلو هم پخته میکنیم. بسیار زیاد تشکر دوست عزیز، خوش آمدین. خیلی زیاد مننه. دوستای عزیز وقفه کوتاه داریم و دوباره برمیگردیم. این برنامه برای شما از طرف کوالیتی رگز اند فرنیچر تقدیم گردید.